سلام دوستان وقتتون به خیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم گزارشی از سوی سفیر سابق انگلستان در عربستان منتشر شده است در نشریه تلگراف تو این گزارش اومده گفته که میخوام یک ارزیابی به شما ارائه بدم از منافعی که انگلستان در منطقه خاورمیانه دارد بعد توضیح بدم که چقدرش به خطر افتاده بعد برسونمتون به اینجا که اگر همین لحظه همین حالا با ایران مقابل نکنیم فردا برای حفظ منافع انگلستان در منطقه خاور میانه دیر خواهد بود ببخشید من متوجه نشدم یعنی تو یه منافعی داری اینجا اون منافع به واسطه یه نوع رفتار ایران در منطقه به شکلی الان به خطر افتاده که اگر الان براش فکر نکنی بازی تمومه بله میگه بازی تمومه میگه من رفتم جاهایی متمرکز شدم و اونجا نقش ایفا کردم که آمریکا و دیگران ازش بهره بردن اینجا پشت دست آمریکا بازی کردم تو منطقه خاور میانه منتها روند اتفاقات طوری بوده که خودم باید اینجا وارد میدان بشوم من یه چیزی داخل پنتز قبل از اینکه بریم ادامه گزارش رو با هم بخونیم میخوام خدمت شما بگم و دوست دارم بهش فکر بکنید ببین ما وقتی درباره منطقه خاور میانه صحبت میکنیم ایران یک مرکزیتی دارد در عراق یارانی دارد در سوریه یارانی دارد در لبنان یارانی دارد در یمن و دیگر جاها هر کدوم از اینها وظیفه ای دارند درسته هر کدوم از اینها در اون منطقه ای که هستن ایفای نقشی میکنن درسته ببین این وقتی داره درباره دنیا صحبت میکنه میگه در بعضی از جاها مثل هند ما داریم ایفای نقش اصلی رو میکنیم آمریکا پشت دست ما بازی میکنه پشت دست ما بازی میکنه احتمالا منظورش این هست که از نقشه ای که انگلستان پیشنهاد داده پیروی میکنه تو خاور میانه ماجرا چه شکلیه تو خاور میانه آنگونه که سفیر پیشین انگلستان در عربستان میگه بر اساس آن چیزی که جان جنکینز میگوید آمریکا داره ایفا نقش اصلی رو انجام میده بقیه پشت دست آمریکا بازی میکنن چند ساله داره این کارو میکنه بعضی ها میگوین حدود 80 سال آقا اینم بذارید کنار توی آفریقا وضعیت چه شکلیه تو آفریقا بعضی جاها ایتالیا ایفای نقش خوبی داره بعضی جاها فلان کشور یک جاهای ویژه فرانسه داره ایفای نقش اصلی رو انجام میده ببین انگار یه سری آدم در قبل نشستن دور هم بدون اینکه علنی بکنن این قضیه رو بدون اینکه کسی رو در دنیا بهش حساس بکنن نقشه دنیای ما رو روی میز گذاشتن و هر کدوم برای خودشون قلمرویی تعریف کردند و مشخص کردند چه کسی در راستای منافع کلیشان در اون قلم رو پشت بقیه باید بازی بکنه بر اساس اون نقشه که تعریف کردن خاور میانه سپرده شده به آمریکا آقا این چیزی که داریم میگیم توهم درسته من بخشی از استانداردهای اینو برای شما مورد اشاره قرار دادم که میگه اونجا ما پشت هست بازی میکنیم اینجا برعکسه یه یعنی نمونه برعکسش از محور مقاومت براتون توضیح دادم که برسم به اینجا این چیزی که داریم با هم به عنوان تئوری توته بررسی میکنیم غلط نمیتونه باشه استعمار همچنان به شکل هوشمندانه تری در حال مدیریت سرزمین هایی در فرامنطقه خودش می باشد. نکته کجاست؟ نکته اینجاست که اعتلاف های جدیدی داره شکل می گیره. این اعتلاف ها داره منافع استعمار را در آن مناطق به شکلی به خطر می اندازد که آنها چاره‌ای ای ندیدن و نمی بینن جز این که نوع رفتار خودشان را در این مرحله از بازی تغییر بدهند. می بریم گذشت رو با هم بخونیم سفیر پیشین انگلستان گفته که رهبرانی که جنگ را تجربه کرده اند که عدم تصمیم گیری به معنای شکست و نشان دهنده ضعف است اما حکومت های مدرن و پسا جنگ این آموزه را فراموش کردند حال این سوال مطرح است که آیا آموزه از دست رفته را می توان بازیابی کرد میگه ما در جنگ اوکراین این رو خوب نشون دادیم به این جنبندی رسیدیم که آره درست باید جلوی روسا وایسیم اینا رو تجهیزشون بکنیم نیروی چند ملیتی بفرستیم هر کاری میتونیم انجام بدیم و این بازی رو باید مدیریت بکنه میگه اینو تو خاور میانه تو آفریقا توی دیگر نقاط که منافع ملی داریم درست نفهمیدیم آقا مثلا تو آفریقا یا توی مثلا خاور میانه منافع ملی انگلستان چی میتونه باشه که به خطر افتاده این میگه باید یه فکری براش بکنیم بعد میگه اگر میخوایم فکری بکنیم باید با ایران مقابله کنیم حالا من چیزم داخل پنتز به شما بگم خیلی مربوط به این قضیه نمیشه ولی جالبه اینا یک مرکزی دارن توی انگلستان اون مرکز امکانات و تسلیحات نظامی از جمله موشک و راکت داره برای اوکراین تولید میکنه کارگرای این مرکز سالانه با حقوق و مزایا و پاداش و اضافه کار و اینا 50 هزار دلار دارن دریافت میکنن گزارش کارشونم توی ماه گذشته 600 تا دونه موشکی بوده که فرستادن اوکراین بعضی از اینا بردش میگن حدود 250 کیلومتره حالا دقیقش من نمیدونم اینا چیزایی هست که گفته میشه بعد جالبه این گروهی که الان در این کارخونه دارن کار میکنن اعتصاب کردن گفتن ما برای ادامه فعالیت خودمون اولا اساس میکنیم حقوقمون کمه دوم باید حالا یه فکری بکنید که بتونیم بازی رو ادامه بدیم من میخوام بگم جامعه در جهان غرب همینجوری که بعضی از تجمعات و تظاهراتاشون رو دیدیم که سرکوپ شروع ساکت شد و به شبکه اجتماعی نرسید به طور کامل داره مدیریت میشه که اینها بتونن جنگ با روس ها در اوکراین رو به هر قیمتی که شده پیش ببرن چرا به خاطر اینکه احساس میکنه منافعش آنجا به خطر افتاده حالا من منافعش آنجا به خطر افتاده رو میفهمم همسایش نزدیکشه خطراتی که آنجا رخ بده میتونه بر قارش اثر داشته باشه توی خاورمیانه تو چه منافعی میتونی داشته باشی آخه منافع میانه یعنی یا مثلا باید مربوط به ایرانی ها باشه یا عراقی ها باشه یا مثلا این کشورهای هاشی خلجفاس باشه تو اینجا چی کار داری؟ نه آنها عالم را ملک پدری خود میدانن ظاهرا بر اساس نگاه ها آنها ما بر اساس یک سوء تفاهم در ملک پدری آنها به دنیا آمدیم به خاطر همینه وقتی صحبت میکنه میگه آقا ایرانیه داره تلاش میکنه خودش رو احیا بکنه خطری هست برای منافع من نه من خطری برای منافع کسی نیستم من در حال احیای خودمم من در حال زنده شدن هستم اگر کسی این رو تهدیدی میدونه پس احتمالا منافع خودش رو در قلم رو من در حوزه تمدنی من و در جایی که مربوط به من است تعریف کرده بریم ادامه گزارش رو با هم بخونیم میگه در شرایط کنونی ایران عامل اصلی ثباتی و درگیری‌های خاورمیانه است و این کشور خاصار گسترش سیاست های خرابکارانه خود در سراسر جهان و حتی انگلستان است. ما چیکار کردیم که تو فهمیدی؟ ما عامل بی ثباتی منطقه هستیم میخوایم تو دنیا هم توسعهش بدیم باید یه توضیح خوبی درباره این بده دیگه درسته حالا در ادامه توضیحاتشون میشه قطعا شما هم حیرت اثر خواهید شد میگه همین مسئله که ما منافعی داریم ایران هم داره حسابی بی ثباتی به خجم در منطقه باعث شده است که من و همکارانم هم یک گزارشی بنویسیم و توضیح بدیم که سیاست های کنونی انگلستان باید با سیاست های دیگری جایگزین بشه و رفتار ما با ایران سخت گیرانه بشود آقا سخت گیرانه مثلا دیگه باید چیکار بکنیم تو کنار تصمیم ما علی رزا اکبری فرستادی درسته تو جاسوس مثلا تو کشور ما در مرکز حساس فرستادی تو در سفارت سلبریتی های ما رو جذب کردی تو با فعالان رسانه‌ای ما رفتی بی بی سی را انداختی دیگه باید چیکار بکنی هم مرز نیستی چه تنشی میخوای انجام بدی نه به شکل ویژه تری میخواهد بر مسئله ایران متمرکز بشود به چه دلایلی دلایلی که در ادامه توضیح میده میگه که ابتدای گزارش میاد یک توضیح میده از اهمیت خاور میانه برای انگلستان بعد از اینکه این توضیح داده شد میرسه به اینجا میگه حالا که این توضیحات رو درباره خاور میانه شنیدین من باید به شما این رو توضیح بدم که در حال حاضر با توجه به اهمیت خاورمیانه و با توجه به منافعی که آنجا داریم تقابل با ایران الزام آور است جمهوری اسلامی ایران از کشوری آزار دهنده به عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه تبدیل شده است آقا چجوری تبدیل شده هزار صفحه گفتی توضیح بده ما بفهمیم چجوری توضیح میده میگه که تهران با نفوذ منطقه پیچیده خود در حال ایجاد برنامه موشکی قدرتمند است آقا چون ایران داره برنامه موشکی قدرتمندی تولید می کند پس برای انگلستانی که چند هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد خطرناک بوده و تهدید محسوب می شود همین ابتدای گزارش گفتم 600 تا موشک ساختن توی یک کارخونه ماه گذشته فرستادن به جنگ اوکراین رفته تهدید محسوب نمیشه خطر محسوب نمیشه ایران اگر بخواد موشک بسازه توی منطقه برای حفظ خودش تو شرایطی که آمریکا داره کشیش و توقیف میکنه و ایران مجبور پاسخ متقابل بده تو شرایطی که کشورهای همسایه در شرق کشورش ناندرتال ها مستقر شدن بر مردم افغانستان و تنش های مرزی باش دارن شمال غرب کشورش استان سابق خودش داره بلبل زبونی میکنه آرزو داره بتونه با این اردوغان فرسوده خسته یه شرارتی علیه مرزهای ایران انجام بده تو شرایطی که تو غرب ایران شرارت هست تو شرایطی که در جنوب شرق ایران عملیات تروریستی هر روز یک معمور و یک نظامی داره به شهادت میرسه یک شهروند داره به شهادت میرسه یک ایرانی داره به شهادت میرسه تو شرایطی که در جنوب غرب ایران درباره جزایر ایران حرف زده میشه ایران اگر موشک بسازه تو منطقه با این وضعیت ایران بدهکار است و باید پاسخگو بشود و به عنوان عامل آزار دهنده شناخته میشه آقا اگر هر نگاهی داری هر دینی داری هر باوری داری هر مذهب و مسلک و پیغمبری داری بالا غیرتا این چیزهایی که ما گفتیم یک کشوری تو شرایط ایران تو این وضعیت موشک باید داشته باشه حضرت عباسی بمب اتمی هم داشته باشه کمشه بمب اتمی هم بسازه تهدیدی برای عالم نیست به خاطر اینکه هر لحظه داره تهدید میشه نه آنها در این مرحله از بازی حس میکنن این مدل رفتار ایران میتواند به سیطره ایران و مستحکم شدن ایران در منطقه خاورمیانه ریشه دوانیدن با کمک یارانش و احیای تاریخ مشترکش با ملت ها منجر بشه به خاطر این ایران ترسنکه به خاطر این ایران ترسناکه دیروز یه سری عکس منتشر شده از موشک های عصر نمیدونم چی چی میگن روسیه با این موشک ها اوکراین رو زده حالا نکتهش کجاست نکتهش اینجاست که این موشک ها اوکراینی موشکهایی که باش رو زده اوکراینیه داستان او موشکا چی بوده اینا 1600 700 تا بمب اوکراین رو معدوم میکنن بعد از یه مدت روس ها میگن نه اوکراین یه سری بدهی هم به ما داره موشکاش هم باید به جای این بدهی ها بده ها هم میگن آقا ما نشستیم با غرب صحبت کردیم اینا مسئله نداره مشکل نداره تحویل این بش بدیم بره همشو بدیم بره تموشه بره هر چی داشتن این موشکا رو میدن به روسیه موشکایی که اخیرا شلی کرده باش اوکراین زده هموناست اینا داستانی که برای ایران تو ذهنشون بود دقیقا همینه آقا تو باید خل اصلاح محض بشی خل اصلاح محض بشن چه اتفاقی میفته الان یمن شو اینا یمن درگیر جنگ شده بود موشکا و پهبادایی که در اختیارش قرار دادن با دعایی که کردیم به دست مردم یمن رسید یمنی ها به عقلشون رسید بسازن اینا باز ایجاد کرد یکی بود که بتونه دعا بکنه اینا بهش برسن مثلا ایران اگر اینا رو نداشته باشه که از همین شرق به ما حمله میکنن هر روز تا برسی به جنوب غرب و دیگر نقاط اصلا چیزی از ایران نمیمونه توی منطقه چیزی برای گفتن دیگر نخواهد داشت ایران مون این مسئلهش فراتره این میگه داره با کمک اینها با یک شبکه پیچیده و یک نفوذ منطقه‌ای یک شبکه موشکی به راه میندازه شبکه موشکی از کجا از تهران تا کجا تا فلسطین و یمن به کمک شکستانی به کمک یاران نیابتیش تو چرا نگران هستی انگلستان میگه اگه این کار انجام بده برای مقابل با اسرائیل و به چالش کشیدن عربستان و امارات میتواند یک منطقه کاملا مسلح داشته باشد از قدیم اون طوری که ما فهمیدیم و اون طوری که ما مسئله دیدیم یک کشوری در جغرافیای خودش سعی کرده که همه رو مسلح بکنه جغرافیاش کجا بوده مثلا از شرق شروع شده تا غرب از مثلا کجا شروع شده تا کجا درسته وقتی که ایران ادعی را از سرزمین خود تا فرا سرزمین خود از ایران تا فلسطین از فلسطین تا یمن مسلح به موشک و پهباد کرده است و دقیقا منطبق بر یک نقشه راه و دقیقا بر اساس یک نقشه دارند با هم هماهنگ پیش میرن و بازی میکنن یعنی جغرافیای ایران بسیار فراتر از آن چیزی شده که خیلی ها تصور نگرانی اینها بابت همینه وحشت اینها بابت همینه اومده در ادامه اشاره کرده گفته که یه شبکه نفوذ ایران را انداخته این شبکه شامل گروه های مختلف میشه یه سری تهمت زده گفته گروه های تروریستی گروه های مجرمانه گروه های سیاسی منحرف گروه های کاملا اسلامگرا گروه های انقلابی گروه های که تفکرات ضد غربی دارن ببین حالا تروریست بعد من میفهمم مجرمانه کسی که عمل مجرمانه داشته باشه بعد من میفهمم کسی که اقدام سیاسی بکنه بعد یا خوبه من این نظری ندارم کاملا اسلامگرا باشه بعد یا خوبه انقلابی باشه یکی بده یا خوبه یکی تفکرات ضد غربی داشته باشد بده یا خوبه بستگی داره بستگی داره که شما غربی باشی یا نه اگر شما غربی باشی یا دولت دست نشانده غرب باشی اون ترسناکه میگه این داره کسایی رو با خودش همراه میکنه اینا ضد غربی ایران دارای برنامه هسته ای دراز مدت است و احتمالا در ماه پیش رو این کشور با دستیابی به کلاه ای به کشوری هسته ای تبدیل میشود اومده در ادامه نکاتی رو مفصل مطرح کرده بعد رسیده به ماجرای محسا ژینا امینی میگه اعتراضات توی این کشور بوده بعد از اینکه این اعتراضات این انجام شده اینها در پاسخ به این نارامی ها اقداماتی رو در انگلستان انجام دادن و تنش رو با انگلستان داشتن بعد میگه در کنار همه اینها بررسی ما نشون میده که اینها کارخانه رو در روسیه دارن که اون کارخونه ها داره کمک میکنه روسیه در جنگ اوکراین مجهز باشه بتونه با ناتو بجنگه میگه با ناتو میخوان بجنگن دیدن روسیه داره با اینا میجنگه روسیه هم دچار مشکل شده به اینا گفته اینا رفتن براش کارخونه زدن بجنگه آقا یه سوال میخوام زدن کارخونه به جهت کمک به یک کشوری در یک جنگی میخوایم اصلا فرض بگیریم این راست میگه این کار خوبیه یا کار بدیه اگه کار بدیه انگلستان چرا کارخونه ساخته موشک بسازن بدن به اوکراین که 600 تا ماه پیش داده بعد حالا بی وجدان حقوقشون حداقل درست بده حقوق این بدبختارم کم داده اینا اتصاب کردن کاری نداریم اینا به خودشون مربوطه تو چرا کارخونه ساختی داری تسلیل میفروشی نه او برای اینکه ایران نقشی جهانی بتواند ایفا بکند نگران است از این بابت وحشت زده شده از این بابت کلافه است شک دارید من جمله آخر این گزارش رو میخونم بقیهش باشه فردا میگه ایران خاصار انقلاب در سطح جهان است این چیزی که داریم میبینیم نشونه یک سرزمینی که داره خودش رو احیا میکنه نیست ایران خاصار انقلاب در سطح جهان است ایران داره در این قد و قواره بازی میکنه آنهایی که این رو فهمیدن میگن اگر در اونجایی که قلم روی خودشه ما منافعی داریم که انگلستان میگه منافعی دارم ولی واقعا باید بررسی بشه اگر کسی میدونه به من توی کامنت ها کمک بکنه منافع انگلستان در خاورمیانه چیه که میگه اون منافع دیگه داره به خطر میفته باید سیاست گذاریمون رو در قبال ایران عوض بکنیم به این فکر بکنید ولی به هر جهت من این گزارش رو همینجا متوقف کنم ایران خاصار انقلابی در سطح جهان است ایران خواستار انقلابی در سطح جهان است ما موجی به راه انداختیم این موج نه توهم نه دروغ این مبتنی بر واقعیت و قطعا و یقینا تحولات عالم را به شیوه ای که در آینده ایران حرف ویژه ای برای گفتن داشته باشد رقم خواهد زد و این حقیقتی است که به یاری حضرت الله ما با یاران چند ملیتی خودمان به عالم تحمیل خواهیم کرد من نکته دیگه ندارم اگر اسس کردین نکته هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی